علی کریمی بزرگترین حامی مردم ایران برای رسیدن به آزادی و نام‌آور فوتبال ایران را بیشتر بشناسید. کریمی متولد 17 آبان 1357 در کرج بازیکن بازنشسته فوتبال است. او در دوران فوتبال حرفه‌ای 18 ساله خود از سال 1375 تا 1393 سابقه بازی در لیگ‌های ایران، امارات، متحده عربی، قطر و آلمان را دارد. کریمی که به عنوان یک بازیساز دریبل‌زن شناخته می‌شود، با لقب جادوگر و مارادونای آسیا از او یاد می شود. او در سال 2018 با کسب 91% آرا از سوی کاربران وبگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان بهترین هافبک تاریخ جام ملت‌های آسیا شناخته شد. علی کریمی در سال 1378 زمانی که تنها 21 سال سن داشت با سحر داوری ازدواج کرد. آنها دارای دو فرزند پسر به نام‌های هاوش و هیرسا و یک دختر به نام هیما هستند. علی کریمی در جام ملت‌های آسیای 2114 با زدن 5 گل آقای گل مشترک مسابقات شد. جادوگر فوتبال ایران به خاطر یک استوری دوباره به سرتیتر اخبار تبدیل شده است. چندی قبل علی کریمی اسطوره فوتبال ایران با گذاشتن یک استوری در ایام محرم عنوان کرد کاش به جای صرف میلیاردها تومان برای دادن نذری این پولها صرف درمان بیمارانی شود که مشکلات مالی دارند و از پس مخارج درمان بر نمی آیند. همین موضوع باعث شد تا عده‌ای نسبت به علی کریمی شدیداً موضع بگیرند و به اسطوره فوتبال ایران انتقاد کنند. بعضی ها کریمی را متهم به مخالفت با مراسم عزاداری و دادن نذری کردند و مدعی شدند جادوگر به این مراسم توهین کرده است. علی کریمی بارها از کودکان یتیم و بی سرپرست یا بیمار صعب العلاج حمایت مادی و معنوی کرده و در مراکز درمانی و بهزیستی با آنها دیدار یا بازی کرده است. همزمان با بالا گرفتن اعتراض‌ها به جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، بسیاری از ورزشکاران از جمله علی کریمی به رغم فشارها از سوی نهادهای امنیتی به حمایت از مردم برخاستند. علی کریمی خواهان دخالت ارتش برای حمایت از معترضان شده است و در تازه‌ترین استوری اینستاگرامی خود خطاب پردش نوشته است یه وطن منتظر شماست، نگذارید خون بیگناه ریخته بشود.